سگانه خامنه ای احمدی نژاد مصباح یزدی زمانی نچندان دور همه در یک سو بودند رهبری که به قوم می رفت آیت اللهی که به پای رهبری میافتاد، و رئیس دولتی که خود را مرید آیت الله معرفی می کرد حالا چند وقتی است که رابطه ها به هم خورده 22 سال این تازه ترین جلسه ی مجلس خبرگان رهبری است هفته ی پیش از غایبان این نشست محمد تقی مصباح یزدی بود دفتر او بیماری و درد زانو را بهانه کرد در جلسات دو روز شرکت نکرد به دیدار آیت الله خامنه ای هم نرفت حالا یک سایت نزدیک به دولت میگوید دلیل عدم شرکت مصباح یزدی بیماری نیست و دلخوری او از رهبر جمهوری اسلامی موجب غیبت او شده است به نوشته سایت انسان کامل حمایت اخیر آیت الله خامنه ای از دولت دلخوری این روحانی ساکن قم را در پیداشته در مقابل این پس جهاد اقتصادی برای اینه یعنی این جهاد یعنی مجا... منظور سایت انسان کامل این دیدار آیت الله خامنه ای و هیئت دولت است رهبر جمهوری اسلامی مدت هاست با دولت اختلاف نظر دارد اما در ملاقات های علنی همچنان از عملکرد محمود احمدی نژاد حمایت می کنند. این حمایت در حالی صورت گرفته که بسیاری از حامیان سابق دولت از عملکرد محمود احمدی نژاد ناراضی هند. در قوه قضایی برخی چون مصطفى پور محمدی اصرار دارند دولت در فسادهای مالی دست دارد. در مجلس علی توکلی و برخی دیگر میگویند برنامه های اقتصادی دولت موجب تورم و گرانی است. علی متحری هم که ادامه کار دولت را اشتباه می داند. آیت الله خامنه ای به رغم اختلاف با دولت مایل است که محمود احمدی نژاد سال آخر دولت را بی درد سر به پایان برساند. پس باز از او حمایت کرد. حمایتی که چندان از سوی برخی محافظ همچون مصباح یزدی خوشایند نیست. مصباح یزدی پدر معنوی برخی از محافظ کاران تون رو در ایران به حساب می برخی از نیروهای سابق سپاه پاسداران وزارت اطلاعات و قوه قضایی به او نزدیک هستند. این تیف که به نام جبهه پایداری انقلاب اسلامی شناخته می شود اگر این روزها مخالفت می کند برای رسیدن به قدرت است. آنها در انتخابات مجلس که اسفند ماه برگزار شد شرکت کردند اما توفیقی نداشتند حالا برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نقشه دارند مشابه احمدی نژاد و خامنه ای اکنون که منتقدان و مخالفان نظام در انتخابات جایی ندارند سگانه خامنه ای احمدی نژاد و مصباح یزدی امیدوار به پیروزی نامزدشان در انتخابات هستند خامنه ای که حرف آخر را میزند احمدی نژاد که مجری انتخابات است و مصباح یزدی که پیروانی را جمع کرده است آرش سیگارچی صدای آمریکا